واحد هشت بودجه بندی نگه داشتن دخل و خرج به شما کمک می کند تا بدانید چقدر پول دارید. اگر کمک های مالی دریافت می کنید، چه از سازمان با بودجه دولتی و یا حامیان خود، مقدار آن محدود بوده و فقط برای رفع نیازهای ضروری و اولیه کافی است. مقدار پولی که به عنوان کمک های مالی دریافت می کنید، بستگی به عوامل متعددی من جمله بزرگی خانواده، سن اعضای خانواده، جایی که زندگی می کنید، نیازهای خانواده شما و سایر منابع درآمد شما دارد. مدت زمانی که این حمایت ها ادامه خواهد داشت، بستگی به نوع برنامه استقرار مجدد شما دارد. بر مبنای شرایط خاص هر فرد، ممکن است کمک هزینه اضافه تخصیص داده شود. این کمک هزینه ها می توانند شامل کمک هزینه برای خانواده های دارای نوزاد تازه متولد شده، افراد بالای 65 سال، افراد با نیازهای غذایی خاص یا کمک های جانبی برای پرداخت هزینه مسکن باشند. هزینه زندگی بسته به اینکه در کجای کانادا زندگی می کنید متفاوت است. این امر می تواند در استانها و مناطق مختلف بین شهرهای بزرگ و مناطق روستایی متفاوت بوده و همچنین می تواند بسته به محله ای که در آن زندگی می کنید فرق کند. شما همین که شروع به زندگی در خانه دائمی خود کردید، باید بتوانید هزینه های اولیه زندگی و سایر مخارج ضروری مانند پرداخت ماهانه و به موقع اجاره خانه و قبوز خدمات شهری و خرید غذا را تأمین کنید. نگهداری دخل و خرج می تواند به شما کمک کند تا بدانید چقدر پول دارید و چقدر می توانید خرج کنید. در اینجا چند نکته مفید برای صرف جویی در پول آورده شده است. شما می توانید خانه یا آپارتمان خود را با فردی دیگر شریک شده و فقط بخشی از اجاره را بپردازید. شما می توانید به دنبال خانه هایی بگردید که مبلغ اجاره آنها شامل هزینه های خدمات شهری، آب، برق، گرمایش نیز بشود. این یک مبلغ ثابت خواهد بود که می تواند در بودجه بندی به شما کمک کند. در غیر این صورت، هزینه خدمات شهری جدا از اجاره خانه بوده و بر اساس مصرف شخصی شما تغییر خواهد کرد. شما می توانید به جای خرید یک اتومبیل از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید. شما می توانید به جای سفارش دادن غذا یا غذا خوردن در رستوران مواد غذایی تازه خریده و غذای خود را در خانه تهیه کنید. شما می توانید به دنبال مغازه ها و محصولاتی با پایین ترین قیمت بگردید و در آگهی های مغازه ها تخفیف ها را پیدا کنید. به جای داشتن هر دو تلفن همراه و تلفن ثابت، می توانید فقط یکی از آنها را انتخاب کرده و در هزینه مکالمات سرفجویی کنید. شما همچنین می توانید برای مکالمات راه دور خود از اینترنت استفاده کرده یا کارت تلفن بخرید. شما همینطور می توانید از اینترنت رایگان موجود در کتابخانه‌ها و سایر اماکن عمومی استفاده کنید. همیشه مطمئن شوید که شرایط قراردادها یا نحوه پرداخت اقساط تلفن همراه، تلویزیون کابلی، اینترنت، اساسیه یا اتومبیل خود را قبل از انتخاب آنها با هم مقایسه کنید و ببینید که آیا تخفیفی وجود دارد یا خیر. مخارج خود را بودجه بندی کنید تا بتوانید با پولی که دریافت می کنید زندگی کنید. اگر بیش از حد لازم پول خرج کنید، پول بیشتری دریافت نخواهید کرد. کسانی که از شما حمایت می کنند می توانند راهنماییتان کنند که چگونه مسئولانه پول محدودی را که دریافت می کنید خرج کنید. برای مثال، شما می توانید از سازمان با بودجه دولتی یا حامیان خود بپرسید که آیا خدمات ارزان قیمت مراقبت از کودک در جامعه شما وجود دارد یا به طور مشارکتی با سایر والدین مسئولیت کودکان را بر عهده بگیرید. آنها همچنین می توانند به شما بگویند که کجا به دنبال حراج ها بگردید، چگونه از کپونهای تخفیف استفاده کنید، چگونه خرید مقایسه ای کرده و چگونه اطلاعاتی درباره حراج های خصوصی به دست آورید. داشتن انتظارات واقع گرایانه در رابطه با آنچه که می توانید با پول دریافتی خود انجام دهید، به سازگاری شما با زندگی در کانادا کمک خواهد کرد.